ائمه ما صلوات الله وسلامه عليه وشخص نبی مکرم اسلام به نسل جوان توجه بیشتری داشت. جوانی همینطوری که همراه با رشد فیزیکی است و جهش بسیار در این امر دارد، از لحاظ روحی و روانی هم فصل خوبی است. اگر بتوانیم که این جهش و این تکامل جسمی و فیزیکی را همراه با رشد معنوی و تعالی روحی همراه شود، دیگه به قول عامیانه چی شود؟ پیغمبر اکرم در روایت بسیار معروفی و نیز از ائمه ما روایت شده، حضرت می فرماید نسبت به جوان اوصی کن به شبانه خیر. حضرت می فرماید که من توصیه می کنم، وصیت می کنم شما را نسبت به نسل جوان به نیکویی، به خیر توصیه می کنم شما را با برخورد لطیف و ملائم، چون جوان روح لطیف است. حضرت می فرماید فانهم ارق افئده، قلب جوان رقیق‌تر و لطیف‌تر است تا قلب شیوخ. شیوخ که میگم نه ملاهای کسانی که دیگه سن بالای دارن، میدانند که بعضی اوقات مرداها در اشعارشان به شیخ اشاره میکنند، یا اشعاری که مال حافظ است و سعدی است که به شیخ و شیوخ میگه، بعضی اوقات مردم احساسشون اینه که لله الحمد ما رو خونه میدن ملاها رو میدنه. شیخ چند تا معنا دارد، یکی کسیر مال، کسی اگر جوان ماست و پول دار باشه به این شیخ میدن. شکر خدا ملا که این صفت نداره، چون شما هرچی ملا میدینی هشتش بگیره میدنی. کسیر قبیله، کسی که قوم و قبیلهش زیاد باشه، ولی افتخار به قوم و قبیله به یک پول نمیاندازد. الحاکم و تکاثر که در همین باید اونج افتخار است، توحید است، بعد از توحید محبت اهل بیت رسول خداست که او ارزش دارد، هم در دنیا برای انسان کارساز است و هم در آخرت. به کسی که کثیر السن گفتم دیگه، نه کثیر المال، کثیر القبیله، کثیر العلم. لذا شیخی که در اینجا در روایت دارد مراد همون کسی است که سن بالایی را دارد. از منظر قرآن هم اتفاقا آیات متعددی در رابطه با جوان و جوانی و تربیت جوانه که متاسفانه ما ازش غافل. دوران به اصطلاح فراز و نشیب قرآن به سه دوره اشارات متعدد دارد. یکی دوره ضعف و ناتوانی که دوران کودکی است، دوران بعدی که دوران جوانی است. قرآن او را تعبیر به قوت و قدرت می کند. پشت سرش باز دوران ضعف است که پیری باشد، یعنی جوانی بین دو دوران ضعف قرار دارد، ضعف و ناتوانی کودک و کودکی، و دورانی هم باز پیری هم که می شود از جهات انسان مثل کودکان می شود. همینطوری که کودک نیازی به همراهی دارد، نیازی به کمک دارد، اتفاقا در سن پیری ظاهرا اگر این نیاز بیشتر نشود کمتر هم نمیشه. تعبیرات قرآن عظیم الشأن در این مورد دارد: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من قوة ضعف.
باز نبی مکرم اسلام می‌فرماید که خدای تبارک و تعالی یک تعداد فرشته‌هایی دارند که در هر لیله و در هر شب ندا می‌کنند. ندا به شیخ و به کودک نمی‌کنه. به تعبیر حضرت یونزلو ان الله تعالی ملکاً دارای فرشته هاییست که یونزلو فی کل لیله فیناد یا ابنا العشرین، آی بچه های دارای سن 20 سال چی شود؟ جد و وجته دو کوشش و تلاش کنید. برای چی؟ برای نیل به کمالات معنوی. به تعبیر قرآن دوران جوانی را به بلوغ اشد یعنی نهایت توان و توانمندی تعبیر شده است. خیلی جالبه که پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید که البته این روایت من برای خودم و همسن و سالای خودم می خوانم. پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید میگه آدمی که به سن 40 سالگی رسید که نهایت بلوغ است. اوج بلوغ را امام صادق سلام الله علیه در روایت می فرماید، اوصاف ذکر میکنه، بعد می فرماید اوج بلوغ عقلی روحی و روانی و جسمی انسان در 33 سالگی است. بعد از 33 سالگی رو به کمال میره تا به 40 رسید. 40 که وارد 41 شدی سیر نزولی است دیگه، سرشیبی را یعنی سن 40 سالگی به کله رسیده است. از 40 که وارد مثلا 41 شد آرام آرام باید چی شود؟ نزول کند. مثل تیاره ای که به اصطلاح به مقصد میرسد، چند دقیقه که به مقصد میرسه اعلام میکنه که ما داریم نزول تدریجی را برای میدان هوایی کجا مثلا شروع کردیم. اتفاقا در روایات به این قسمت خیلی دقت شده. روایت است از پیامبر بزرگوار اسلام است که در روایت من برای خودم میخونم، شاید مخاطب دیگم در این مجلس نداشته باشه. میفرماید که آدمی که به 40 سالگی میرسد و جور نشد، جور نشد که معلوم دیگه یعنی خود را به راه راسته نکرد، از گذشته هایش توبه و ندامت نکرد، هنوز همون جاده ای که میره میره، میگه شیطان میآید دست به صورت مبارک این آدم میکشه، میگه فدایت شوم، تو دیگر روی سعادت را نمیدی. یعنی در واقع شیطان میخواهی بگه وظیفه من تا همینجا بود، من کار خود را با وجه احسن انجام دادم، تو به 40 سالگی که رسیدی دستت هنوز ناپاک، چشمت کج. چشم کج اگر پرمادر مثل من متوجه نشد خیلی، ولی جوانه میفهمه تعبیر جوانی که قرآن میکنه به عنوان مرحله قوت انسان است. این هم میتواند مراد قوت فیزیکی و جسمی باشد و هم قدرت روحی و روانی باشد. یعنی از جمیع جهات از افلاطون ظاهرا سوال کردن که تو نشست و برخواستت با نسل جوان خیلیه. او گفت که شاخه ریز و پرتراوت قابل اصلاح است، ولی شاخه کلان که درختی رشد می کند او دیگه قابل اصلاح نیست. حقیقتش هم این طوره. در صدر اسلام هم نوعاً طرفداران پیامبر بزرگوار اسلام و دین مقدس اسلام نسل جوان بوده. در طول تاریخ هم این طور بوده. میبینیم که خب جوان کم سن و سال همیشه با پیغمبر اکرم بوده و مدافع پیغمبر اکرم بوده، نهایتا به دستور خدا به جانشینی پیغمبر اکرم برگزیده شده. لذا رقت قلبی که در جوان هست، پیغمبر بزرگوار اسلام در مورد جوان و جوانی عجب جمله زیبایی داره که ما از او غافلیم. حضرت میفرمایند که قلب انسان جوان مثل بیابان قابل زرع است و خالی. تعبیر بکنیم بیابان خالی، زمین خالی که قابل زرع است، در او هر چه بکاری میپذیرد.
اما در یک زمینی که شوره ساره قابلیت زرع ندارد، شما هرچی بکارید چی میرویه؟ اونمو خاری شطوری میرویه که سبب اذیت و آزار مردم میشه. لذا نسل جوان که ما ازش متاسفانه غافلیم خیلی در دین به او توجه شده، شاید ده ها بلکه صدها آیه قرآن و روایات متعدد، و ائمه ما هم همیشه به نسل جوان توجه داشته، چون شخصیت او در حال شکل گیری است، می شود او را به هر شکلی که بخواهید تربیت کنید. لذا برای پدر و مادرم خیلی توجه باید به این قسمت بکنه. ائمه ما هم فرموده اند که یکی از وظایف پدر و مادر نسبت به فرزندانش اینه که برای او اسم خوب انتخاب کنه. امام حسین سلام الله علیه که عالم به فدای او میگه اگر خدا به من 1000 فرزند میداد، من نامش را علی میگذاشتم، از علی نمیگذاشتم، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. امام صادق علیه السلام میفرماید در خانه که دختر است و نام او را هم نام مادرمان فاطمه بگذارد، خدا برکت را به او خانه نازل می کند. چقدر زیباست. خود این اسامی اثر داره. بعضی اوقات اسامی را وطندارای ما انتخاب میکنه، خصوصا بعد از این حوادث 20-30 سال که آدم مبهوت میمانه. انتخاب اسم خوب، تغذیه حلال خیلی اثر داره. ممکنه اثر تکلیفی برای بچه نداشته باشد. مال پدر با اون نان حرام میتیم، برای اون ممکنه اثر تکلیفی نداشته باشه. خدا روز قیامت بچه را عقاب نمی کنه چرا نان حرام خوردی، ولی اثر وضعی داره قطعا. اثر وضعی داره قطعا. شما در این پیاله خدا نکرده مواد کشنده باشه، آدم بداند مواد کشنده و بخوره، دو تا اثر داره. یک اثر تکلیفی کار حرام مرتکب شده، نباید بخوری. یک اثر وضعی داره که مسمومیت، آدم مسموم میکنه. اثر تکلیفی اگر ندانیم این پیاله را آدم بخوره، اثر تکلیفی نداره، کار حرام مرتکب نشدیم چون نمیدانیستیم، ولی اثر وضعیش سر جای خودشه و اختیار ما نیست. ما سوزن را به دست کسی فرو ببریم عمدن، دو تا اثر داره. یک اثر تکلیفی، ما کار حرام انجام دادیم. دوم اثر وضعی که درد اون دست است. اما اگر نه، ناخودآگاه سوزن به دست کسی رفت، اثر وضعی نداره، ولی عذر میخوام اثر تکلیفی نداره، کار حرام انجام نداره چون نمیدانست، ولی اثر وضعی داره. میخوایم بگویم که غذای حرام اگر اثر تکلیفی نداشته باشد، اثر وضعی قطعا دارد و از او جدایی ندارد. سوم، تربیت خوب. آدم در مورد خانواده، به لباسش، به غذایش، نمیدانم به بچه ای که مکتب میره، به بکسش، به کتابش، به کتابچهش توجه داره. ولی تنها چیزی که ما ازش غافلیم، از روح و روان این بچه غافلیم. ما چون در کار آموزشیم، در این حدود شرکی نزدیک به 20 سال که 2-3 تا مرکز کوچک آموزشی داریم، من یادم نمیاد که یک دفعه یک پدر و مادر آمده باشه ببینه که همینجا چی خبره، معلم این بچه ایش کیه، چی بخور این بچه میده. لذا ما از این قسمت غافلیم و این خیلی مهم است. از نان شب و صبح بچه این قسمتش مهمتر. تربیت خوب. امام حسین سلام الله علیه که از فرزندانش را به یک آموزگار سپرد، گفت به پسر من سوره مبارکه حمد یاد بده، یا حمد یادش داد. وقتی که آمد گفت که بله، به من سوره حمد حضرت معلم را خواست، بهش پول زیادی داد. اطرافیان مثل امروز هم هستن، بعضی اوقات برای هر چیزی خرج میکنیم، ولی وقتی به دعای فاطمه میرسه میگه آقا این هزینه رو چرا میکنید، بدین به فقرا. خب در طول سال ما فقیرا یادمون میره، وقتی در دعای فاطمه یک مجلسی گرفته میشه 10 تا اشکال میکنه، یا در محرم. این میره. تعلیم و تربیت وظیفه پدر و مادره.
امام حسین سلام الله علیه رو میخواستم بگویم. پول زیادی که داد اطرافیان گفتن که به این ملا که سوره حمد یاد داد خیلی پیسه زیاد داد. حضرت فرمودن که تعلیم و تربیت اینقدر ارزش داره، اگر انسان دهن معلم فرزند خود از لعل و جوهر پر کنه باز کم است. خب معلوم خود حضرت تعلیم میداد، ولی برای اینکه به ما یاد بدهد که با معلم و تعلیم دهنده چگونه برخورد کنیم. معلم النفس و مؤدبوها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبیه. معلم که برای بچه ما انتخاب میکنیم باید آدمی ساخته شده باشه، تربیت شده باشه، مزکا باشه، دارای تزکیه باشه تا فرزند ما را درست تربیت کنه. بعد از مرحله تربیت انتخاب شغل، پدر خیلی نقش مهم داره. بعضی از پدرها، خب البته هر پدری بچه خود دوست داره، شما در دنیا پدر را پیدا نمی کنیم که او از بچهش بدش بیاره، بچه خود دوست نداشته باشه. چی پدر متدین باشه یا نباشه، مسلمان باشه یا نباشه، فطریست این محبت پدری و فرزندی، جز امور فطریه. خب انتخاب شغل، بعضی از پدرها پیسه زیاد در اختیار بچه میگذارن، بعد از پدرم بازی پیسه ها همونطور که آمده به همون شکل میره. باید پدر کاری کنه که شغل درست و مناسب به فرزند خود یاد بده. انتخاب همسر خود، این باز از وظایف پدر و مادر، گرچه در این زمان ما و شما نوعاً خود میگه که به هر حال خودم انتخاب میکنم. دوستان در این فضاهای فیسبوکی و این صفحات مجازی خوب است جوان به انتخاب خود همسر بگیره، ولی از تجربه پدر و مادرم استفاده کنه. امیرالمومنین سلام الله علیه هم میفرمایند که پدر و مادر نباید به بچه خود بگوید تو مثل من زندگی کن، مثل من فکر کن، با آداب و رسومی که من عمل میکنم تو عمل کن. چرا؟ امیرالمومنین میفرمایند که تو فرزند زمانی بودی و این بچه تو فرزند زمان خودش است. خیلی از پدرها دوست داره بچه‌ای جوانی 20 سالش سر خود تیغ بزنه. دوستان تا وطندارای ما یکی از علامت بچه‌های خوب رو میدونه که سرش تیغ میزنه، ولی میره نمیپسند. امیرالمومنین میفرمایند به جوان میگه لباس زیبا بپوش، تو جلمرغ نباش. بعضی از جوانا آدم میبینه اصلا حیفش میاد. جوان باید شاداب باشه، لباسی خوب بپوشه، قیافه خوب داشته باشه. من و آن مملایی مثل خودم میگم به جوانا که گیر میدیم به موی جوان و ما همه مشکلات حل کردیم، هم یکی موی مونده که استاش و دیگه درست میشه. ای بیره داره جوانی همینطور که جسمش رشد میکنه، عقلش رشد میکنه، شدت حرص هم به زیبایی دارد. خب الان حرف ما را قبول نکنیم، ولی حرف امیرالمومنین که الان پایده باید قبول کنیم. حضرت میفرماید از بچه ایت نخواهی به رسومی که تو معتقد بودی او هم به او عمل کنه. خیلی از رسمای بدی که در جامعه ایماز خدای نکرده، یک از بستگان عروس یا داماد میمیره، یک سال باید صبر کنه تا سالگردش. خدا وکیلی اینه شرعیست، نه اوقلاییست، نه ائمه رو میپسندن. زندگی دو تا جوان مختل میکنیم. چرا؟ چون کاکای عروس فوت کرد. کاکا رو خدا رحمت کنه. نمیدانم دایی داماد فوت کرده. یک هفته تا چهلوم نهایتش بود. چهلومش هم شرعی نیست. ما که نمیخواییم خدای نکرده به خرافات رو بیاریم، اون چی که در شریعت هست. حالا چهلوم هم به خاطر حرمت و جامعه میگیم، بعد از چهلوم دیگه چرا معطل میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه رفت با غلامش قنبر در بازار. تا اینجا رو که من میگم شنیدین، ولی اون چی که نشنیدین جمله آخرش است که من میگم. یک لباس خرید به 3 درهم، یکی خرید به 2 درهم. لباس 3 درهمی رو به قنبر داد، گفته رو تو بپوش، لباس 2 درهمی رو من علی امیر مؤمنان بپوشم. قنبر گفت یا امیرالمومنین این لباس قیمتی رو شما بپوشید که میرید خطبه میخوانید، منبر میرید و در جامعه هستید. تا اینجا رو شاید شنیدین، بعدش دیگه نشنیدین. امیرالمومنین گفت نه قنبر،
لباس قیمتی را تو بپوش. چرا؟ چون گفت تو جوان هستی، حرص و ولع جوان به زیبایی بیشتر از پیر مردان است. چه نقطه ظریف امیرالمومنین سلام الله علیه توجه داره؟ میگه چون تو جوان هستی، حرص و ولع، این عبارت حضرت که حرص و ولع جوانی بیشتر به زینت و زیبایی است. پس تو لباس زیبا را بپوشی آرامتر میشی. زینت و زیبایی را همه ما دوست داریم، جوانا بیشتر دوست دارن. چون حرص و ولع همینطوری که در تعلیم و تربیت امیرالمومنین میفرمایند کسی که در جوانی علم بیاموزه مثل اینه که روی سنگ حک کنید، و کسی که در سن و سال پیری و کلانسالی علم بیاموزه مثل چیزی که روی آب نوشته کنید، یک لحظه بماند یا نماند. لذا خیلی مهمه که ما انشاءالله در مجالسمون به نسل جوان توجه کنیم. اینمی نسل جوان است که اینمی مراسم ها را زنده نگه میدارد. مطلب اینم شما بگویم دیگه ختم باشه، اینی که خرچ کردن در راه اهل بیت هم لیاقت نخواهد. بعضی اوقات آدم پول دارد و در جاهایی هم خرج میکنه، ولی بعضی اوقات میبینه آدم های پول هم ندارد، ولی باز اینمی راه لنگان و افتاده و خسته پیش میره. ما امیدواریم که انشاءالله خدای تعالی به همه ما توفیق بدهد که میلاد صدیقه طاهره فاطمه نزدیکه بعد از حدود تقریبا دو ماه عزاداری، لااقل دو دهه عزاداری، باز انشاءالله میلادی با شکوهی هم برگزار شود. قطعا مجمع بقیت الله الحمدلله منشأ خیر و برکت هست. انصافا ما وقت اینو به جد میگو غبطه میخورم واقعا، اینمی جوانها با همه وضعیتی که دارم که کم و بیش ما میفهمیم وضعیت را، ولی باز این مجالس خوب در کابل شاید بگویم بی نظیر خوب نپذیرید، ولی قطعا کم نظیر است. در اما حد توان این مجالس الحمدلله و له شکر و له الحمد برگزار بشه. در روح ملکوتی صدیقه طاهره هم سلام. اللهم صل علی